سلام بچه ها، خوش اومدید. این تصاویری که دارید میبینید از پنجره خونه است که ما با صدای طبل و سرصدای اینا و رژه‌ای که توی خیابونه، رژه روز سنت پاتریک که خیلی داشتن سرصدا میکنن تو خیابون، از خواب بیدار شدیم و قراره که بریم و ما هم رژه رو از نزدیک ببینیم. یه توضیح بهتون بدم که روز سنت پاتریک، به انگلیسیش هم همون سنت پاتریک، یه جشن فرهنگی مذهبیه که هر ساله روز 17 مارچ برگزار میشه و در واقع اینجوری بوده که سنت پاتریک، یعنی همون پاتریک مقدس، خیلی حامی ایرلند بوده، یکی از مهمترین حامی های ایرلند بوده. برای همینه که یکی از اعیاد مخصوص و تعطیلات ایرلندی ها همین روز سنت پاتریک دیه. ولی خب از اونجا که مثل همه کشورهای دیگه، مثل همه فرهنگای دیگه، به جاهای مختلف دنیا ایرلندی ها مهاجرت کردن و نفوذ کردن، باعث شدن که این تعطیلی توی کشورهای دیگه هم بیاد، مثل آمریکا، مثل کانادا که همینجا دارید میبینید، و میان یه رژه‌ای میرن که لباساشون اکثرا سبز و نوشیدنی محبوبشون که همون آبجو هست و مثل وایکینگا میخورن و رقصای محلی میکنن، سازای محلی میزنن. و این شب درایی که میبینید در واقع شب در ایرلندیه که توسط همون سنت پاتریک وقتی که مردم رو موعظه میکرده توی ایرلند محبوب شده و تقریبا میتونیم بگیم از این به عنوان نماد روز سنت پاتریک استفاده میشه. قرار بوده توی خیابون ما که خیابون مزونوفه، از اون اولش تا اونجا یه میدونی هست که میدون هنره، اونجا رژه باشه. بعد من ساعت گذاشته بودم بیدار شم ولی بیدار نشدم، خیلی خسته بودیم دیشب. حالا صبح با صدایی بیدار شدیم که همه مردم تمام دو طرف خیابون رو بستن، دارن رژه میرن دیگه، همه عروسک و طبل و اینا رفتن. حالا ما یه تیکه از صحنه هاشو اینجا میگیریم ولی بعدش میخوام چیز کنم، بعدش میخوام بریم با سرعت به سمت یه جای دیگه، یعنی بریم به سمت مقصدشون که بتونیم ببینیم، چون خیلی چیزا رو از دست دادیم، خیلی خیلی چیزای زیادی از دست دادیم. خیلی سرده، من اصلا نمیدونم که این جشنه، احساس میکنم همه فکر میکنن که من این لباس رو پوشیدم به خاطر این جشنه، چون همه دارن خیلی بد نگاه میکنن، بعد همه دارن تو رو نگاه میکنن که تو داری از من فیلم میگیری. من خیلی معذبم، کلا چوب خشک شدم، نمیتونم هیچ کاری بکنم. اینقدر این جمعیت زیاده، خب چجوری خودمون رو برسونیم به پلازا زرق؟ دو تا بلیت مترو داریم ها. الان نمیدونم اون بچه ها، میتونی از بچه ها بگیری؟ الان نمیدونم اون بچه ها فکر میکنم خودشون یه چی ربطی به این چیز داشته باشن. من حتی نمیدونم این جشن برای چیه، ولی خیلی هیجان خاطر اینکه جشن و شادیه. من تا حالا یه کارناوال به اینا میگن چی؟ پرید. اوکی، رژه. من تا حالا هم چیزی تو زندگیم ندیده بودم، سرم خیسه، دارم یخ میزنم، باورت میشه؟ خیلی سردم. اون وقت فکر میکنم من خیلی سنت پاتریکیم. آره بابا، سبز سبزی. خب همین بده دیگه. خیلی سردمه. وای باورم نمیشه همشون خانومن. حالا الان سنت آن انتونیز پاریش داره میاد. نمیدونم پاتریک احتمالا رفت. احساس میکنم که آدم ها میفهمن که ما داریم میخندیم به اینا، نمیدونم چرا همچین حسه برم. حالا ما که پاتریک رو ندیدیم ولی انتونی الان داره میاد. اینا بچه های انتونی اینان. چه باحال، الان اکسیه. اوه، برچسب دستشونه، استیکر دستشونه، استیکرها رو چیز میکنن، استیکرها رو میارن میچسبونن به چیزا، میان میچسبونن به دست و بدن و اینای آدم ها. ببین ابرا رو بگید چقدر داره خوشگل میره با سرعت. چی؟ ابرا. چه سرعتی دارن ابرا. ببین زمین رو بگید چیکار کنیم؟ ببین بریم جلوتر. خب بچه ها رو
خیلی باحاله. خیلی باحاله. این علامته که روشونه گشنیزه چیه؟ گشنیزه چیه؟ برگ گل یه اسمی داره آخه. گلش این شکل گلش خیلی معروفه، گل معروفیه. گلی که شهدای سن پاتریک وقتی که مردن توی یه باقی بود، باقی گشنیز بود. تو اون باغ به شهرش شهید شدن. به نظرم داری چرت و پرت میگی بازم. خیلی باد میاد. امیدوارم که باده نره تو میکروفون. خیلی باحالن. اون عروسک گنده ها رو از دست دادیم. آه چقدر خوشگله ماشینش. چه ماشین عجیبیه، چجوری میرونش؟ چرا دومش داره؟ یا ابوالفضل عقبیه رو داره یه نفر دیگه میرونه. یه لحظه حواسش پرت شد، داشت دستی که میده داشت میمه تو جمعیت. دیدی کت شد؟ من گفتم کشت مردمو. یا ابوالفضل یه ذره شل کن، یه ذره بابا دست کن نده، دوباره داره دومش کج میشه. چی داره میاد؟ از اینا که همیشه تو فیلم های آمریکایی دیدیم و هیچ وقت در واقعیت ما ندیدیم. رید دید 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 دید. چه باحاله. اینا الان همه شون آیریش میشن، یعنی این همه آدم آیریش اینجا هست. چه قشنگ. ای جدی؟ فکرم پرنسس مرنسس هن. چی که من میگم جدی نگیم. چه قصد هپی چی؟ هپی سین پاتریک دی. چه باحال بودن. اینا اوکراینی هن. آه اینا سین پاتریک نهران. آه اینا اوکراینی هن. چه باحال، چقدر خوشگل هن. ببین اوکراینی ها و روس ها واقعا بعضی هاشون خیلی خوشگل هن. چقدر جلو چیزا نکن لباسشون و اینا هم خیلی خوشگله. چه قشنگه. خیلی زیبان. یه جلوتر داره یه عالمه چیزای اینجوری بولی 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 تو هوا میاد. آسمون قشنگه. منم یه لحظه احساس میکنم که بغل دستی همون ایرانی هن، چون هر دو ثانیه برمیگره و یه جوری منو نگاه میکنه. به نکات و فکتایی که میگی توجه میکنم. کل ما هر وقت داریم خوش میگذرونیم و چرت و پرت میگیم بغلمون ایرانیه. من خیلی این مسئله رنج میبرم. از یعنی خیابون بسته بود، اومدیم از توی چیز رد شیم، از توی یه مال بزرگه که تقریبا خیلی مقدار زیادی خیابون رو گرفته، یه جوری مثل یه شهر زیرزمینیه. اومدیم از اینجا رد شیم که هم یه ذره من گرمم بشه. من نمیدونم، هنوز عادت نکردم توی دوربینم رو نگاه کنم. همین که برسیم جلوتر به پلاس دوزخ، بعد اونجا یه ذره چیزا رو ببینیم، فیلم بردار رو ببینیم که جهش میکنه از بین آدم ها. از اینجا میتونیم بریم بیرون. یه دونه چیز گذاشتن یاد بود، فکر کنم برای پاتریک بوده اونا، چون شمع و گلای نگذاشتن. بابا مگه من اطلاعات دارم در مورد کلیساهای؟ اشاره می‌کنی به کلیسا؟ من چی بگم؟ یه کلیسای خوشگله که نزدیک خونم مونه. بعد من هیچ اطلاعاتی ندارم در مورد این شهر، تازه اومدم. بعد جالبیش میدونه چیه؟ خود کیانوش و بقیه هم هیچ اطلاعاتی ندارن. بابا نصف شهدای سن پاتریک اینجا دفن کردن. یعنی هیچ کدومشون اهل گشت و گذار نبودن، اگرم گشت و گذار کردن از کنار اینا بی تفاوت رد شدن و هیچی اطلاعات خاصی ندارن، ولی به من که میرسن همه میخوان به من اطلاعاتو بدن. بعد خیلی جالبه الان که اینجوری میکنه. من چی بگم در مورد کلیسا؟ من کلیسا رو الان میشناسم. اونم که الان احتمالا داره نشون میده یه ساختمون بلنده که هر بار از این خیابون رد میشیم، درسته؟ همون ساختمون هست دیگه، دارن هنوز میسازن، طبقاتش همینجوری داره میره بالاتر. یک آسمان خراشیه که خیلی جذابه برا ما، البته بیشتر کیانوش. این همون کلیساست بچه ها از اون زاویه شه، ولی خیلی این ور
خوشگله. وای وای داری رو اعصابم یکم راه میری. خیلی سختم، اینجوری فکر نمی کنم بتونیم. یعنی به نظرم تو نمیتونی فیلم یعنی میتونیم بریم توش؟ آره بریم توش. بریم؟ بریم. واقعا توش قشنگه، یعنی واقعا قشنگه. این عظمتش و فضاش آدم رو یه جوری میگیره، مایتن آدم سیخ میشه. به نظرم بهتره بریم، چون ما برای سنت پاتریک، پاتریک مقدس، آنتونی مقدس و اینا اومده بودیم، نه جیسز مقدس. شد. یعنی رژه هنوز ادامه داره ولی دیگه اینجا آخرشه. خیلی چیزای قشنگی بود ولی تقریبا هر پارتش تکرار میشد، برای همین فکر میکنم خسته کننده میشد اگر که من بخوام همه رو براتون فیلم بگیرم. ولی در این حد که شما شریک بشید تو این هیجان و روز پاتریک مقدس به نظرم کافی بود. هوا خیلی امروز قشنگه، یکم سرده چون که خیلی باد میاد ولی هوا فوق‌العاده است. واقعا وقتی اینجا باد میاد هم ابراش خیلی قشنگه هم خودش خیلی قشنگه. خلاصه که امیدوارم که شما اندازه من لذت برده باشید. ببخشید اگه کم و کسری بود، چون که من تازه شروع کردم به بلاگ گرفتم بیرون، هنوز خیلی معذبم ولی همه تلاشم رو دارم میکنم که همه اون چیزایی که دلم میخواسته همیشه تو ولاگام باشه رو انجام بدم. تا ولاگ بعدی میبینم اتون، خدافظ. همینجور که از سنت پاتریک مقدس میمدیم این بر دیدیم عید نوروز، عمو نوروز اینجا هست، بخواهم یه دفعه عمو نوروز هم ببینید. بعد احساس میکنم ایرانی ها ناخودآگاه دارن به اون قسمت جذب میشن، چون همه دارن میگن بله این جشنواره نوروزیه، سیر و سمن و سرکه و اینا ببین هاشن، سیر و سنجد و اینجور چیزان. کاش که یه ذره نه برش نمیدون اونی که دستشون بچه ماهی و سبزه رفتن ولی سنجد و اینا موندن نمیدونم چرا. بعد مثلا این وسط یه هو یه عده تصمیم میگیرن که با بردم برخصن و کنه صفره هفتین از هم پاچی بمیشه. آه خیلی قشنگه. امو فیروزم جامونی یه جورایی. برو به نظرم که میخوان اینجا برنامه اجرا کنن. یه چه جمعیتی اومدن اینجا، منم یه برنامه هم این برده در جریانشون نبودیم. باشه من شما رو به خدا میسپارم ولی یه صحنه هایی از این برنامه براتون حتما میذارم که شما لذت ببرید.